خب بریم بچه ها بیشتر تمرین کنیم، کلید بزنیم با هم. چش چش حتما. 8 میشه گزینه 3، 8 گزینه 3، یک کلید بزن، کلید بزن. 9 گزینه 4، هر کدوم که اشکال داشتید من حل کنم. 8 3 9 4 10 4 10 4 11 3 11 3 12 2 12 2 13 1 14 1. اوکی بچه ها، اوکیه، رچم برم جلو همینجور. 15 2 15 2 16 3 16 3 17 4 سال 17 گزینه 4 درسته. 18 4 18 هم 4 19 4 17 رو بگم کازمی 17. خب نگاه کازمی، خوب من گوش کن، توی سوال فارسی ها یه لحظه میکروفون داری کازمی؟ بیای بالا. 19 رو هم میگم، الان 19 رو هم میگم. خب صدای منو داری؟ سلام، باز هستا هست همیشه صداد اکو میشن. خب ولش کن فائز. سلام، خب بیا بیا من برات یه توضیح بدم چون صداتو ندارم. حالا نمیدونم یا مشکل از میکروفون منه یا مشکل از میکروفون خودته. رابطه بین دانش آموزان سال دوم و نمره ریاضی اونا تو پایان ترم. بچه از این سوال فارسی ها، دانش آموزا و نمره ریاضیشون تو ترم، قبول داری هر دانش آموزی توی کارنامه یک نمره ترم داره؟ مثلا ریاضی 20، فیزیک 19، اینجوری شیمی مثلا 20. بعد خان کاظمی قبول داری که از هر درست یه فلش خارج میشه؟ اینو قبول داری داچا؟ پس میشه تابه. پس اولیه تابه است، الف تابه است. ب، رابطه بین سالهای مختلف میزان بودجه اختصاصی یافته تو سال تو همون واسه کشور. بچه هر سالی یه بودجه مختص خودشو داره، یعنی مثلا میگن بودجه ایران تو سال 1398 مثلا اینقدر هزار دلاره. اوکی، پس چون رابطه شون بازم منحصر به فرده، بازم تابه است. مساحت مربع و طول ضلعش، بچه ها اگر من ضلع رو تغییر بدم قبول دارید مساحتم عوض میشه؟ قبول داری خانم کاظمی؟ پس اینم تاب است، پس 4 تاش تاب است، بخش 3 تاش تاب است. الف و ب و پ میشه گزینه 4. 16 16 قاسمی قبول داری آدو به اضافه بیدو باید 7 باشه؟ آدو به اضافه بیدو اون دوتا که سبز رنگه قبول داری باید با هم برابر باشن؟ بعد اون بنفشا آذربی هم قبول داری باید 4 باشه؟ خب پس تموم شد. آ ضرب در بی برابر با 4، آ دو به اضافه بی دو هم 7. میدونم آ به اضافه بی به توان 2 میشه آ دو به اضافه بی دو که 7، دو آ بی هم که میشه 8. 7 و 8 15، جذرش میشه مثبت و منفی رادیکال 15. خب 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 18 و 19 14 هم میشه توضیح بدیم. بیا فائزه، فائزه امو دو مقدار به دست میاری دیگه، درست میگم؟ امو یه بار میاری دو، یه بار میاری منفی یک، درسته؟ حالا گفتم وقتی دو مقدار به دست آوردی همیشه میریم چکش میکنیم. فائزه اگر امو بذارم برابر با منفی یک، تابت رابطه میشه اینجوری. حالا رابطه که بالا داری میبینیش، من دارم برات آبیش میکنم، آیا تابه است؟ واعظه رادیکال 3 و 8
رادیکال 3 و 19. پس منفی 1 غیر قابل قبول، 2 که چک کنی قابل قبول. بیا مهدی توی تصویر ببینش. این صفحه اول عکس گرفتی؟ این صفحه دوم؟ اینم صفحه سوم؟ چهارم هم که الان میگیم 19 همیشه گزینه 4، 20 همیشه گزینه 3، 21 همیشه گزینه 2. حالا فکر کنم خامزاره 19 رو مشکل داشتی. آره یکی از بچه ها میای بالا. خوبی؟ صدای منو داری؟ سلام سلام، چطوری؟ آره ممنون. راست من کلا یکم با فهم سوالش مشکل نگاه داشتن. روش بخونیم. بیا من اینا رو پاک بکنم. یه لحظه با هم روش بخونیم. نگاه میگه مجموعه آ شامل تعدادی عدده. مجموعه بی میشه مقسوم الی های طبیعی یه سری طبیعی. عدد 1 2 3 4. خب یعنی اگر مثلا نگاه نگاه اگر من بذارم مثلا 4 خامزاری مقسوم الی 4 چه اعدادی هستن تو شکل سمت راست که بید؟ یک و دو و چهار. پس از چهار چند تا فلش خارج میشه؟ سه تا. پس تابه نیست؟ نه. خب حالا پس نگاه گزینه یک تعطیله. الان گزینه یک رو برای چک کردم دیگه. گزینه دو که گفته یک و دو، اگر یک و دو رو بذارم یک به یک وصل میشه، ولی دو به کیا وصل میشه؟ دو یک و دو. خب دیگه یعنی بازم تابه نیست. گزینه سه اگه سه رو بذارم اینجا به کیا وصل میشه؟ یک و پس اینم تعطیله. یعنی دو تنها کسی که مقسوم الیه خودشه یکه دیگه. فقط یک پس میشه گزینه چهار. آها مرسی. آها آها فهمیدم ممنون قربونت. خب نه الان کلید دارم میگم که داخل گروه نفرسیم دیگه. همشو به گفتم دیگه، همشو داریم. خب دیگه چند مونده؟ دیگه چند؟ 21 21. خب 21 رو نگاه کن قاسمی. قبول دارید اونایی که هم رنگن باید با هم برابر باشن؟ دو باید x به اضافه z باشه، x به اضافه y باید 4 باشه. خب حالا بعد اگه همه اینا رو با هم دیگه جمع کنی میشه دو تا x و دو تا y و دو تا z که جمعش میشه 6. قبوله؟ پس x به اضافه y به اضافه z باید باشه 3 نصفش. حالا این عبارتی که بهت گفته قبول داری x به اضافه y به اضافه z به توان 2 جمعش کنی اتحادش؟ پس باید بشه 9، 3 به توان 2. x به اضافه y به اضافه z که 3 بوده، 3 به توان 2 9. اینو با دست کن. نه نری آیدا دونه دونه به دستش بیاری ها. نگفته که برو x و y و z رو پیدا کن. مجموعش به توان 2 رو ازت خواسته. نه نه باید مخالف. بعد یه سری سوالا آیدا یاد بگیریم که x و y و z و اینا رو به دست نیاریم، ولی خواسته سوال رو برآورده بکنیم. تو کنکور خیلی از اتفاقا رخ میده، از همین الان عادت بکن بهش. مخلصیم. خب دامن و برد و این سوال رو حل کردیم بچه، درست میگم؟ آره اینم حل فکر کنم 24 ایم. فکر کنم با شما 24 ایم. درسته. خب بیاید با هم حل کنیم. بیاید بیاید با هم حل کنیم. بدو 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 بیا بیا بیا. 24 قسمت الف دامنش میشه چی؟ یکی از بچه‌ها بیاد بالا.
بردش هم یکی دیگه بیاد. چقدر خفنید شما، برو تا بریم. دامنش ما یکی رو زدیم اوکی دیگه. حالا نمیدونم کی اومد. سلام چطوری؟ دامنش چیه تو این شکل سمت راست؟ دامنش یعنی منفی بازی باز منفی 4 تا بسته 5 هست. آیا چیزی باید ازش کم بکنم؟ یعنی باید ازش حذف بکنم نکنم؟ چی باید حذف بکنم؟ بعد 3 رو تک عضوی 3 رو ازش کم. یکم بیشتر نگاه کنیم، یکم بیشتر نگاه کنیم. نگاه این که خالی شده، مگه این نیومده جبرانش کنه؟ آه درست، یعنی دوتا. آها درست، ها خب پس چیزی کم نکنه. حالا آبا سلام. سلام خوبی؟ آبا بردش رو به میگی لطفا. بردش بازی بسته منفی 4 تا 3 برد منهای 1. خب منهای چی چی آبا؟ 1. خب آبا اینجا مگه پرش نکرده؟ آره من هم یک نداره. پس چیزی ازش بر نداره. مرسی آبا، عالی. خام کازمی سلام سلام استاد. سلام دومیه. خب میشه از منفی بی نهایت تا 2، یعنی بگیم آر. خب کیو باید از توش ورداریم؟ چون فقط دومون خالیه دیگه. آره دو رو نداریم. نه خب. کامل میشه آر. درست دوستا. خب نگاه یه چیز نگاه کنیم. این چی خام کاظمی؟ اینو کسی پرش کرده؟ کاری براش کرده نکرده؟ این پر میشه. آره با دو با این یکی پر میشه. نه پر نمیشه استاد، چون ارزیه، طولی نیست. آفرین. کاری به دامنش نداره. آفرین. پس میشه دامنه آره منهای چند؟ میشه آره منهای 2. نه منهای منفی 2 نه 2 منهای نه. طولش منفی 3 هست. طول منفی 3. آها آفره. خب حالا بردشو کی میاد بهم بگه؟ سیدی بردشو بهم میگی؟ سلام بردش هم میشه آره منهای چند؟ سه. ها هیچ کی نیومده جبرانش کنه. قبول، عالی، مرسی. حالا سمت راستی رو یکی دیگه بهم بگه. ببخشی سمت چپی رو یکی بهم بگه. آبا دیش میشه بازه بسته منفی 2 تا مثبت بی نهایت اجتماعش با نه ببخشید به علاوه منفی 5 و منفی 3 منهای 0. چی تو شد آقا بایسا؟ منفی 2 تا مثبت بی نهایت، خب اجتماعش با چند و چند؟ منفی 5 و منفی 3. آفرین. من های تک عضوی چند؟ آفرین، عالی بود، عالی. خب بریم فروغ بخش. سلام و وقتتون بخیر. مخلصیم. نظرت رو بردش چیه فروغ بخش؟ خب استاد میشه آر من های سه. خب بایستا. نه نگاه از یه چیزی بالاتر یا
نگو آر. از صفر بالاتر، از ایکس بالاتر هم. یعنی ها دیگه آر مثبت میشه. آر بگو نگاه اینجوری بگو، نگاه بگو صفر تا مثبت بی نهایت، صفر هم بازه حتی بسته هم نیست، صفر تا مثبت بی نهایت چیزی رو باید از توش بردارم یا نه فرو بر؟ نه چیزی نداره. خب یکی نباید بهش اضافه کنیم، یکی به اضافه منفی سه. آفرین، به اضافه منظورت اجتماع دیگه. آفرین مرسی عالی بود. خب بچه تو سوال بعدی برده آره میخوام فقط برد بریم با هم شروع کنیم. خامزاری سلام. آه روشش سلام باز. حالا آرش میشه بازه بازه منفی سه تا سه. آفرین عالی. چیزی باید بردارم بر ندارم اوکیه؟ نه چون بازه دیگه لازم نیست چیزی. بهم بهم میگی خودت، بهم بهم بگو. آها بهم بگم من اینجوری گفتم که بازه اولیش بسته منفی سه تا باز چهار منفی سه تا آفرین سه و چهار باز تمومه. مرسی آیدا. سلام استاد. سلام خوبی؟ مرسی ممنون. مخلصیم. آیدا از چند تا چند؟ خب بردش میشه از باز منفی دو. چرا باز؟ بسته؟ ها دیگه نگاهی تو راست داشت. بسته. بسته منفی دو مثبت بی نهایت. همین دیگه تمومه. چی رو از توش بردارم؟ منها یک. منها یک رو از توش بردارم یا بر ندارم؟ بر نداریم چون پرش میکنم. آفرین آفرین. خب دیگه آخری هم بردشو من بنویسم دیگه آسونه. میشه منفی دو سه و چهار. اینا قبول دارید بچه ها؟ اوکی باش. منفی دو و سه و چهار. خب بریم. خب 26 الف کی بهم میگه؟ بیست و شیش الف الف الف. سیدی سلام. میشه از بازه بسته منفی چهار تا مثبت سه بعد منهای سه. تا مثبت سه باز؟ نه بله باز بعد منهای تکوزی. منهای تکوزی چند؟ سه. سه که توش نی، سه که بازه. سه که رنگ دیگه داره. چی؟ خب مگه قسمت ناحیه اولش سهش خالی نیست؟ نه نگاه تصویر کنیم رو محور، تصویر بکن رو محور ارضا. اینجا رو که تصویر داریم، اینجام تصویر داره، اینم تصویرش هست، تصویرش هست، تصویرش هست، تصویرش هست تا اینجا میشه منفی چهار بسته تا سه باز. که دیگه کیو از توش بردارم؟ قبول داری؟ هیچ نمید برداره. آره قبلی و بیا شیبانی. خب بریم کازمی. بله استاد. میشه کل اعداد حیاتی منهای تک عضوی سه. تک عضوی سه راضیم آفرین.
فروغ بخش خب استاد میشه آره مثبت برای آرش آره مثبت اعداد حقیقی مثبت اشکال نداره بنویسم صفر تا مثبت میناید نه دو تاش یکیه و سه و به اجتماعش با منفی سه اجتماعش با منفی سه عالی خیلی خوب مرسی خب بچه ها بریم نمایش جبری تابه نمایش جبری تابه خب بریم سراغ جبرش بریم فازه چی گفته لطفاً بعد صفحه یک و دو رو بیارید من عکس بگیرم چون نبودم باشه صفحه یک و دو اول جلسه یعنی اول فصل مال زوج مرتبا فازه وسطی 26 وسطی اینو توضیح بدم کلش چون فلج زده میره بالا میاد پایین یعنی کل اعداد حقیقی رو داره تنها عضوی که نداره اونجاست که تو خالی شده کسی هم تو پرش نکرده تنها جایی که تو خالیه تو پر نشده اینجاست عرض سه هست دیگه سه رو از توش بردم بیس و پنج دومی تصویر کنیم کاظمی از اینجا تصویر داره اینم تصویر داره تا اینجا منفی سه بسته تا چهار باز هر کدومش به چسبونش به دیوار تصویرش هست اوکی خب بریم نمایش جبری تابه خب نمایش جبری تابه چیه خب خوبه من گوش کن بیا تو چک نویس با من بچه‌ها من اگر یه ماشین داشته باشم اسمش F باشه یه ورودی داشته باشه ماشینم یه خروجی خب حالا پس ورودیام میشه X خروجیام میشه Y حالا F میشه ماشینم فانکشن یه ماشین دارم که یه ورودی میگیره یه عملیاتی روش انجام میده یه خروجی رو میندازه بیرون بچه ها اصطلاحاً بهش میگم y برابر با f x x میشه ورودی کارخونم y میشه خروجی کارخونم f هم میشه ماشینم پس x ورودی و y خروجی به ورودی همیشه میگیم متغیر مستقل به خروجی میگیم متغیر وابسته چرا بچه ها؟ چون که من اگه ورودی کارخونم رو عوض کنم باید خروجیشم تو تابه عوض بشه یعنی اگه من ایکس هم عوض بشه شرایطم عوض بشه باید خروجی کارخونم رو عوض بشه و اگه ایکس هم عوض نشه باید شرایطم عوض نشه خب سوال براتون پیش نیومده که تابه به چه دردی تو زندگی میخوره؟ اصلا کجا چرا باید خروجی منحصر به فرد باشه نگاه کنید بچه ها خوب من گوش بکنید طالبش فکر کردید کسی هست رو این سواله مثلا فکر کرده باشه بینه چه چیزی واقعا باید وسط باشه خوب به من گوش کنید بچه ها یه مثال خیلی عینی براتون بذارم فرض کنید من یه بیماری دارم میخوام برم چشمم رو عمل کنم اگه شرایط من ثابت باشه و من اون عملو با موفقیت طی بکنم قبول دارید توی حالا عالم هستی توی کره خاکی میتونی نتیجه بگیریم که هر کسی که مشابه منه یعنی شرایط ورودی تغییر نمی کنه عملش با موفقیت انجام بشه
این قابل درکه، مشخصه. یعنی اینجور نمیتونه باشه که یه آدمی بیاد همون عملی که من انجام دادم با همون ویژگی ها انجام بده ولی مثلا بینایش رو از دست بده. خب پس باید یه چیزی این وسط عوض بشه که نتیجه عوض شده. ها پس توی تابع، توی زندگی همیشه ما با یه سری ورودی منحصر به فرد، یه سری خروجی منحصر به فرد میگیریم و بسته به تغییر ورودیمون با خروجیمون تغییر کنه، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. مثلا فرض کن بیام بگم که من اومدم مثلا کارخونم با فلان محصولی که ورودی بوده، آقا اومدم کالباس تولید کردم، بعد همون ورودی رو بیام وارد کنم، هیچ خروجی نداشته باشه، نه کالباسی تولید بشه نه خروجی کارخونم داشته باشه، خب یه جای کار داره میلنگه دیگه. پس این نظم هستیه رو چی داره تغییر میکنه؟ کلن تابع نشون دهنده از رابطه بین ورود و خروجه، یعنی ارتباط منحصر به فردی که بینشون ایجاد میکنه برامون خیلی حائز اهمیت تو زندگی و ما کلی روش کار پیاده میکنیم. مثلا فرض کن که یک موشک داریم، میدونیم که تو صنایع موشک سازی اگر تحت فلان زاویه مثلا موشک پرتاب بشه به فلان محدوده میخوره، ما اینو که تست میکنیم میگیم خب دیگه نتیجه کلی میگیریم دیگه، یعنی میگیم اگر زاویه تغییر نکنه محل برخوردش به زمینم یا محل فرودش هم تغییر نمیکنه، اگر بخواد هر دفعه تغییر کنه که از قانونی تبعیت نمیکنه. وقتی میگم از قانونی تبعیت نمیکنه یعنی تابع قوانین نیست، پس تابع نیست. گرفتیم؟ مشخصه. پس خیلی برام مهمه که توی حالا طراحی‌هایی که ما داریم واقعا از یک قانون و نظمی رو داشته باشیم. خب پس یه بار دیگه بریم، ورودی x خروجی y، y مساوی با fx، به f هم میگیم ماشینه. خب حالا خب x میره داخل f، fx میاد بیرون. بچه fx y، f نه ها، fx، fx همون y، یعنی fx یعنی ماشینه تاثیر گذاشته رو ورودی، یعنی خروجی. بچه ها پس fx ماشینیه که تاثیر گذاشته روی ورودی، خب میشه خروجی. خب حالا بچه ها خوب گوش کنید، ما چه ماشینی داریم؟ الان کارخونمون x2 به اضافه 4ه، یعنی اگر به x بدم 1 باید برم جای همه x ها بذارم 1، به همین سادگی. میخوام این تو ذهنمون کلن بشینه کامل. پس یه مثال ساده اول حل بکنیم ببینیم که چطوری ممکنه که کارخونه رو ما تشخیص بدیم و شروع کنیم به حل کردن. خب بریم بچه ها، f1 یعنی به جای x باید بذاریم چند؟ 1. بچه ها f1 بذارم توی ماشینه چند میده بیرون؟ زود اینا رو با هم بزنیم سریع بریم برسیم به اصل کار. f1 میشه 5، f منفی 1 میشه چند؟ f منفی 1 میشه 5، f4 میشه چند؟ f4 4 بذار داخلش میشه 20. آفرین. f2x میشه چند؟ بچه ها به جای xش باید بذاریم 2x، به جای xش بذاریم 2x، اگه به جای xش بذارم 2x میشه 4x2 به اضافه 4، 4x2 به اضافه 4. f2x به اضافه 1 یعنی به جای xش بذار 2x به اضافه 1، به جای xش میشه 2x به اضافه 2 به اضافه 4. تموم شد. نمیخواد بازش کنی یا دوست داشتی بازش کن، دوست داشتی ولش کن، همینجا دیگه تمومه. f fx، f fx رو به من گوش کنید بچه ها، خوب به من گوش کنید. fx هم بوده برابر با x2 به اضافه 4. حالا f fx، خب بچه ها خوب گوش کنید، این fx داخلیه قبول داری خودش بوده x2 به اضافه 4، پس میام به جای این میذارم x2 به اضافه 4، یعنی fx2 به اضافه 4. fx2 به اضافه 4 یعنی بریم تو f به جای xش بذاریم x2 به اضافه 4، میشه x2 به اضافه 4 به توان 2 به اضافه 4. همه فهمیدیم؟
تموم شد. پس 10 تام که بود همین کارو میکردم، سلسله مراتبی از داخل شروع میکردم میرفتم بیرون، اصلا برام مهم نبود، هی میذارم x2 به اضافه 4، هی میذارم x2 به اضافه 4. دوست داشتی بازش کن، دوست نداشتی مثل من ولش کن. f دو آ به اضافه 3، به جای xش میذاریم دو آ به اضافه 3، پس میشه دو آ به اضافه 3 به توان 2 به اضافه 4. تمام. f f f 1 بچه دونه دونه بریم از داخلیه. f 1 چنده؟ f 1 چند بود؟ خطش بزنیم به دستش بیاریم میشه چند؟ 5. حالا f 5 چنده؟ بده بغلی 29. حالا f 29 چنده؟ پس f 5 هم خط میزنم میذارم 29. f 29 چنده؟ میشه 29 به توان 2 به اضافه 4. 29 به توان 2 به اضافه 4. خب 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 پس دونه دونه باز میرم از داخلی f1 5، بعدی f5 29، بعد f29 29 به توان 2 به اضافه 4. خب بریم همین الان با هم تست حل کنیم ببینیم چقدر خفنی. 28، یکی بیاد بالا، یکی بیاد بالا، برو تا بریم. آیدا اومد. آیدا چطوری؟ صدای من بر؟ بله بله بله. آیدا گفته 3 تا f1، f1 چنده؟ 2. آفرین، 2. پس 3 تاش میشه چند؟ میشه 6. f0 چنده آیدا؟ 0. پس میشه 6 به اضافه 0 0 میشه 6. میشه 6. عالی، مرسی. بریم بعدی. اینجوری تسهل میکنیم ما. بریم بعدی. کی میاد؟ آیدا که اومده. پناهی سلام. سلام استاد. مخلصیم. برو تا بریم. گفته اگر در تابع f داشته باشیم که f2 برابر است با منهای 2، آنگاه حاصل f3 کدام است؟ f2 بشه منفی 2 پناهی. f2 شده منهای 2، پس آیا منهای بگو آیا منهای 1 برابر است با منهای 2؟ آفرین. پس بچه ها آیا منهای 1 برابر است با منهای 2؟ عالی. آیا منهای 1 میشه برابر با منهای 2، یعنی آ چنده؟ آ برابر است با منهای 1. خب حالا بعد گفته f3، f3 یعنی به جای xش بذاریم 3. f3 میشه چند؟ بله پس میشه a2 به علاوه 7 رو میخواد که برابر است با 8. دقیقا اینو میخواد که میشه 8. پس میشه 8، میشه گزینه 4. سوال C. خب وایسا وایسا کجا؟ باید سوار جواب خانم قاسم. نه کدرو قاسمی، چرا F1 بشه 5؟ چرا چرا F1 یعنی اگه بشه Xش بذاریم 1، خب میشه 2، یه 3 هم پشتشه، 2 3 6 تا 3 یه دیگه گرفتی؟ آره آره. 29 بیا فائزه. وایدا سیدی سلام. سیدی صدام داری؟ بیست و هشت رو بیا جفتش رو با هم عکس بگیر. من صداتو ندارم، نمیدونم چرا. باشه شما صداشو دارید؟ ندارم. آقا با سلام. سلام استاد. قربونت. امشان جی منفی یک رو گفته هفت، پس آسه منهای یک هفته. آفرین. پس سه هشت بوده، اون میشه دو.
من با اجازت بنویسم آسه منهای یک هفته، پس آسه هشته، پس آ میشه برابر با دو. آفرین، این از آ. بعدش آوا، حالا علاوه یکم میتونیم بذاریم سه جایگذاری کنیم. آفرین، چون دو بوده این تیکه میشه سه. عالی. بعد جی چهار که گفته آ علاوه یک میشه سه. آفرین. خب پس باید بی منهای هفتم چهار باشه. آفرین، اینم باید چهار باشه. بی منهای هفت که چهار باشه. آوا بی چنده؟ یازده. بی میشه یازده. خب آوا علاوه بی هم که میشه سیزده. مرسی آوا. بچه ها بیشتر تمرین کنیم این قسمت با شما. با شما تو جزوه من چطور شد؟ یه لحظه بایستی لود بشه. خب بریم سراغ معادلات و توابع. خب یه قسمت خیلی خوب با هم دیگه بخونیم. خوب به من گوش کنید بچه ها. وقتی یه عبارت بهمون میده بر اساس x و y، میخوام ببینم کی تاب است. کی تاب است؟ خب قبول دارید اگر به هر xی که بهش وارد میکنم یه y بده تاب است؟ اینو قبول داریم؟ اگه ورودیم ثابت باشه خروجیم ثابته، اگه عوض بشه باید تغییر میکنه، این قانونمونه. خب خوب به من گوش کنید بچه ها. معمولا همه بچه ها اینجا لنگ میزنن، یعنی مشکل دارن توی قسمته. جوری بخونیم که فوت آب بزنیمش. خوب به من گوش کن. خوب به من گوش کن. خب من معلم، من خود من یه روز میرفتم سر کلاس. خب از قبلش تصمیم میگرفتم که کیو از کلاس بکنم بیرون. اوکی. خب میمدم چی کار میکردم؟ میمدم میگفتم که بچه ها، موقع که کلاس حضوری بود میگفتم بچه همه تمرین ها رو میز. اوکی. وقتی همه تمرین ها رو میز بود میمدم میگفتم که آقا فلانی قرار بوده از شب قبلش من اینو بکنمش بیرون. خب می اومدم اینقدر تمرینش رو چک می کردم، اینقدر بهش گیر می دادم که یه چیزی پیدا بشه از کلاس بکنمش بیرون. حالا اگه طرف پاک پاک بود، یعنی چیزی واسه از دست دادن نداشت، من نمی تونستم از کلاس بکنمش بیرون، یعنی من ناکام می موندم. خب حالا ما یه سری عبارت جبری داریم مثل y مساوی با x. بچه ها قبول دارید y توانش یکه؟ مشخصه. وقتی y توانش یکه، قبول داری به x هر تعداد عددی بهش بدم یه دونه وای میده؟ بهش بدم یک میده یک، دو بدم میده دو، سه بدم میشه سه. پس این وایی که توانش یکه، قبول داری چیزی واسه از دست دادن نداره؟ یعنی اصلا من نمیتونم بهش گیر بدم، هر چی بهش گیر بدم یه دونه میده بیرون. آقا این همون دانش آموز مثبت است. اوکی. خب حالا ولی اگر من وایو بکنم توانش دو مساوی با ایکس، وای دو مساوی با ایکس، الان نظرتون چیه؟ بچه الان میتونم بهش گیر بدم یا نه؟ میتونم بهش یه ایکسی بدم که دوتا وای بده یا نه؟ میتونم دیگه، الان ازش آتو دارم. پس میام میگم چی؟ میام میگم که اگه ایکس رو بذارم یک، واسه مثالا وای میشه برابر با مثبت و منفی یک. چون تونستم یک مثال بزنم که دوتا وای بده، پس میگم تابع نیست. و سلام. پس میام اگر دیدم قابل گیر دادنه، از کجا فهمیدم قابل گیر دادنه؟ چون توانش دو بود، بهش گیر میدم. وقتی بهش گیر میدم یه ایکسی بهش میدم که دوتا وای بده، تا ایکسی بهش دادم دوتا وای داد، میگم تابع نیست، تمام. ولی اگر دیدم طرف اصلا قابل گیر دادن نیست، وقت خودم رو تلف نمی کنم. و سلام. خب حالا خوب به من گوش کن. بیا با من 42 رو نگاه کنی بچه. گفتم قدر وای به اضافه قدر ایکس به اضافه، قدر وای مساوی با قدر ایکس به اضافه یک. بچه ها قدر مطلق، وای داخل قدر مطلقه. به نظرتون گیر بدیم یا گیر ندیم؟ قدر مطلقی ها چند جوابی بودن بچه؟ دو جوابی بودن. پس بیا بهش گیر بدیم. پس میگم به ایکس بدیم چند؟ به ایکس بدیم صفر. مثال ها، تو میتونی بدی یک، بدی دو، بدی ده، داریم مثال میشه. میگیم پس میشه قدر وای میشه برابر با یک. قدر وای باشه برابر با یک، وای میشه برابر با مثبت و منفی یک. چند تا وای داد؟ دو تا وای داد.
چون دوتا وای داد دیگه تابع نیست، من ضرب در میزنم. گرفتی؟ به همین سادگی. به کسی که میتونستیم گیر بدیم گیر دادیم، اگه نمیخواستیم هم گیر نمیدادیم. حالا کی میاد دومی رو با هم دیگه گیر بدیم؟ گفته وای به اضافه یک به توان دو مساوی با ایکس دو. یکی از بچه ها بیاد، بیاییم با هم گیر بدیم بهش. آیدا سلام. سلام آیدا، به نظرت گیر بهش بدیم یا ندیم؟ من که چند عدد دادم درست میشد. خب حالا یعنی هر چی ایکس دادی یه وای داد. یه لحظه نگاه، یه لحظه نگاه به یه توان. نه صفر خوب نیست، باید بهش نگاه. تو صفر که بهش میدی انگار داره طرف زیرابی میره نمیفهمی. یه ایکس دیگه بگو. یک. یک بدیم. اگر یک بهش بدیم آیدا میشه وای به اضافه یک به توان دو مساوی با یک. وقتی جذر میگیریم قدر مطلق میذارم. وقتی من از علامت عبارت خبر ندارم، متغیر داره مثل وای، همیشه وقتی جذر میگیریم قدر مطلق میذاریم، میشه قدر وای به اضافه یک مساوی با یک. اگر قدر وای به اضافه یک مساوی با یک باشه، یا وای به اضافه یک یکه، یا وای به اضافه یک منفی یکه. یعنی از بالا وای هم میشه چند؟ صفر. صفر. از پایین وای هم میشه چند آیدا؟ منفی دو. چند تا وای به ام داد؟ دو تا وای. پس تابه نیست، تموم شد. از کجا فهمیدم آیدا اول کار برم بهش گیر بدم، بهش پیله کنم؟ از توانه؟ توان دو زوجش. آفرین، توان دوش. خب بعدی سید. سلام نمیدونم صدات باز ندارم. سلام سلام سلام، صدات دارم. آره آره. خب بچه ها بهش گیر بدیم یا گیر ندیم؟ ایکس دو به اضافه وای دو من داری رقم رفیقه من دارم. آفرین. ایکس رو بهش چند بدیم؟ یه ایکس بگو. چند چند یه عدد بهش بدیم. صفر خوبه بچه ها. اگه ایکس رو بذارم صفر میشه وای دو مساوی با چند؟ 25. سلامو دارید؟ الان دارم. وای دو میشه 25. قطع شدی باز. وای میشه مثبت و منفی 5. قبول دارید؟ پس تابه نیست. آخه عاشق کازه. x2 به اضافه y مساوی با 1. بچه های اصلا قابل گیر دادنه؟ بدبخت. نه. چرا؟ به خاطر کی بچه ها؟ به خاطر چی چی؟ به خاطر بشه y2 مساوی با 25 منهای x2 در مسئله نیسته مچه. میشه تابس. سید صدای منو داری خودت؟ آره؟ جدا از میکروفون صدای منو با تصویرم مطابقت داره سیدی؟ خب بعدی بچه ها چی؟ نظرتون رو x2 به اضافه y2 منهای 2x منهای 2y به اضافه 2 مساوی با 0 چیه؟ خب حالا کی میاد بالا؟ یکی بیاد بالا با هم حلش کنیم. یکی بیاد بالا، یکی از بچه ها بیاد بالا. آبا نظر چیه؟ اول نظر خودتو بدونم. به نظرم بوده ایکس منهای یک به توان دو به علاوه وان منهای یک به توان دو که تابع نیست. نه ناراحت شدم آخری. وایس 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 وایس
اولش خوشحالم کرد، ذوق کردم. خب آی داد آبا چجوری کردیش اتحاد به میگی؟ دو رو شکندی به دو رو اگر یک به علاوه یک خب که میشه ایکس منهای یک به توان دو به علاوه زی منهای یک به توان دو. آفرین بچه. اینه که زیرش خط کشیدم و آبا با هم گرفته شده ایکس منهای یک به توان دو به اضافه وای منهای یک به توان دو مساوی با صفر. آبا جمع دو تا توان زو شده صفر. چه موقع صفره؟ دوتاشون صفر بوده. آفرین. پس ایکس چنده؟ یک وای هم یک. ایکس یک وای یک میشه یه نقطه. یه نقطه تابع هست؟ آره هست. آفرین. پس میشه تابع. بچه ها وقتی اومدم حسابش کردم، وقتی جمع دوتا توان زوج صفره، جمع دوتا توان دو صفره، جمع دوتا قدر مطلق صفره، چه موقع صفره؟ که هر کدومش دونه دونه صفر باشن، وگر راه دیگه نداره، چون توان زوج که از صفر به بالاست نمیتونه منفی باشه که. تموم شد. خب سلام. سلام استاد. سلام سلام. مخرجمون میشه ایکس وای و کلا این مخرج مشترک برام بگیر میشه دو تا همیشه ایکس وای. آره میشه ایکس وای. خب میشه وای دو به علاوه ایکس دو به علاوه دو تا ایکس وای. خب کسری صفره که صورتش صفر باشه دیگه. درسته. پس صورتت میشه چه اتحادی؟ صورتت میشه x به اضافه y مساوی به 0 به توان 2. وقتی x به اضافه y به توان 2 صفره یعنی کی صفره؟ یعنی x به علاوه y صفره. پس x مساوی منفی y. x مساوی با منهای y. خب این بدبخت اصلا قابل گیر دادنه؟ نه چون درجه. پس تاب است. مساوی شما میتونم یه سوالی هم از مورد چهارم بپرسم؟ بله بله. این خب مثلا چون گفته جزء اعداد حقیقیه، اگه وای مثلا بدیم منفی یک، ایکس میشه مثبت منفی رادیکال دو. خب این قابل قبول نیست که بگیم تابع. نه نه، تو به وای که عدد نمیدی، تو به ایکس عدد میدی. ورودی با عدد بدی، نه وای. وای خروجیه، تو به ایکس عدد میدی. اگر وای دو تا شد تابع نیست، تو حق نداری به وای عدد بدی. آها مخلصی. آقا این قسمت هم فهمیدی؟ شماره پنج رو بگم. شماره پنج سه یدی گفتم که جمع شد دوتا اتحاد، جمع دوتا توان زوج صفره. جمع دوتا توان زوج چه موقع صفره؟ هر کدومش دونه دونه صفر باشه. پس همین صفره همین صفره. پس x یک واید یکه، x یک واید یکه، یعنی یه نقطه است، یه نقطه تاب است. تمام مخلصیم. خب خب اوکی. بله بله پنج تاب است دیگه، همین رو داشتم میگفتم. خب قصه بچه ها توابع چند جمله چی چی هستن؟ چه جوری هستن؟ گفته توابعی که به این صورت باشن n عضو w a عضو عدد حقیقی بهشون میگن توابع چند جمله. خوب به من گوش کن بچه ها، هم با من باشید. مثلا میگه fx مساوی با 2x 5 منهای 3 تا x 2 به اضافه 1. من برگردم به فصل 3، بچه ها چند جمله یا توانشون منفی نبود، کسری نبود، ایکس هاشون هم زیر رادیکال نبودن. یادتون میاد؟ توانشون نه منفی بود، نه کسری بود، زیر رادیکال هم نبودن. الان اف ایکس که یعنی تابع، این چیزی که روبروش نوشتم بچه توان منفی یا کسری داره؟ نداره. پس به این تابع میگیم تابع چند جمله. پس توی توابع چند جمله ای
من نه توان کسری دارم نه ایکس زیر رادیکال دارم. خب حالا تابای چند جمله ای زیادن، من فقط یه الان تذکر رو بهت میگم ها، تابع چند جمله ای که امسال میخونیم بچه ها تابع خطیه، معادله خط نهم یادتون میاد؟ معادله خط نهم AX به اضافه B خاطرتون هست؟ Y مساوی با AX به اضافه B، اونجا بهشون گفتید معادله خط، الان یکم اسمش با کلاستر شده، یکم باسوادتر شده، بهش میگید تابع خطی. بچه ها پس تابع خطی همون معادله خط پارساله، مساوی با تابع خطی. ها؟ پس معادله خط و تابع خطی یکیه، یعنی عین پارساله. خب با هم بریم، من یادآوری کنم. توی معادله خط یا همون تابع خطی، وای مساوی با آیکس به اضافه بی، به آ میگفتیم شیب خط. فکر میکنم میکروفون یکی از بچه ها بازه، اگه به بندتش ممنون میشم. بی میشه عرض از مبدأ. پس شیب خط رو مشخص میکردیم و عرض از مبدأ. شکلامون چجوری میشد؟ اگر شیبمون مثبت بود این زاویه کمتر از 90 درجه میشد، اینجا میگفتیم شیب مثبت یا آ مثبت. اگر شیبمون منفی میشد زاویه‌مون بیشتر از 90 درجه میشد، اینجا میگفتیم شیب منفی. اگرم که شیبمون صفر میشد میشد یه خط افقی، اینجا میگفتیم آ صفر. خب پس شیبو داشتیم که مشخص میکرد چه زاویه‌ای داریم میسازیم. یادتون که میاد تو فصل دو شیب میشد تانجانت تتا، که تتا میشد زاویه تو جهت مثبت محور ایکس. خب حالا سوال 50، چقدر سوال حل کردیم باورم نمیشه. خب هر یک از توابع خطی زیر رو رسم کنیم. بچه‌ها میخوام خطا رو رسم بکنیم، مثل من محور ایکس ها محور وای ها، دو تا عدد دلخواه بهش بده رسمش کن. همین رو ازت میخوام اول کار. به ایکس بدم صفر، عرضش میشه 4، میشه یه خط اینجوری. همه موافقیم شیبش منفیه، شیبش منفی 2ه، عرض مبدأ هم 4ه. همین. بریم بعدی، دومی رو یکی بیاد با هم رسم کنیم، دومی رو یکی بیاد با هم رسم کنیم. x2 منهای 4 بر x منهای 2، سید سلام. x منهای 2 در x منهای 2 بعد x منهای 2 خط بکنید y مساوی با x به اضافه 2. خب میشه x به اضافه 2، اینو قبول دارم. سیدی مخرج ریشه چند بوده خطایی زدم؟ 2. پس حواسم باشه باید ایکس هم مخالف با چند باشه؟ 2. ریشه مخرج همیشه ایکس هم مخالف با ریشه مخرجه. بیا خان زاهری اونو تصویر داشته باش. پس باید بیام این خطه رو بکشم، فقط توی 2 تو خالیش کنم، وای مساوی با ایکس به اضافه 2 شیبش مثبته، عرض مبدأش هم مثبته، پس میشه اینجوری توی 2 باید تو خالی بشه. بچه ها فقط لطفاً توی 2 اگر اینجا مثلا 2 باشه تو خالیش کنید، مثل من. بچه ها به چه دلیلی توی 2 تو خالیش کردم؟ به چه دلیلی؟ ریشه بگیم یکم تکرار بکنیم، ریشه مخرج یادمون نرا، هر جا تو خالی شده ریشه مخرجه، هر جا تو شکل تو خالی شده ریشه مخرجه. پس این گوشه بنویسیم، تو توابع کسری اگه تو خالی شده حتما ریشه مخرجه، یادم نره. تو تستا توی توابع کسری ریشه مخرجه تو خالی ها. خب
دو x به اضافه 6 به روی x به اضافه 3. از یه چی فاکتور بگیرم؟ از یه 2 میشه x به اضافه 3. مخرجم که دارم x به اضافه 3. x به اضافه 3 رو با x به اضافه 3 خط میزنم. چی میمونه بچه ها؟ 2 میمونه. فقط جلوش میزنم x مخالف با چند؟ ریشه مخرج رو بگو. منفی 3 عالی، خیلی خوبه. خط وای مساوی با 2 رو بکشیم. توی منفی 3 تو خالیش کنیم. به خاطر ریشه مخرج. خب. آخری هم یکی بیاد با هم رسمش کنیم. آخری آخری. آیدا چطوری؟ مرسی. خب اینو می نویسیم x منهای 2 در x به اضافه 1. آفرین. مخرجم x به اضافه 1. آفرین. که x به اضافه 1 با هم دیگه میره میشه x منهای 2. آفرین. پرانتز هم نذارم. خب آیدا که بعدش بکشمش باید منهای یک رو تو خالی کنیم. آفرین. x مخالف با منهای یک. من شکلشو بیام اینجا بکشم چون جا ندارم. خوب خوب عرض مبدأ که منفی شیبت مثبته اینجوری تو منفی یکم باید بیام تو خالیش کنیم. اگه منفی یک اینجا باشه خب اینم از این. بچه خدایی میگن تاب سخته سخته سخته، این اگه مفهومش بلد باشیم. بیا این چهار حالت خیلی خوبه خدایی. بد درس میدیم ما، شما فکر کنید سخت. خدایی سخت نیست، خیلی هم مبحث جذابیه. حالا تازه اولشه، یعنی بعدا خیلی. آره بریم. اگر در تابع خطیمون 2x منهای 1 دامنه باشه 2 و منفی 1 و 0، دامنه میشد ورودی. یادم نره هر وقت میگه دامنه یعنی ورودی. میگه تابع F رو به صورت زوج مرتب بگو. خب یکی بیاد بهم بگه، یکی بیاد زوج مرتب ها رو بهم بگه. آبا سلام. سلام استاد. زوج مرتبش اولیش میشه 2 3 سه قبول. خب بعدیش منفی 1 منفی 3. آفرین. بعدی هم 0 منفی 1. خب بابا بردشو بهم میگی چی میشه الان؟ الان بردش میشه 3 منفی 3 منفی 1. تمام شد. عالی، مرسی. خب اینم قبلی، اینم تو تصویر ببینیدش. 52 رو با هم بریم. 52 خامزاره. سلام. سلام خامزاره. گفته هرگاه این تابعی که بهت داده تابع خطی باشه، از نقطه 1 و 5 هم بگذره، آبی چقدر؟ نظر چیه؟ خب ما وای رو میذاریم 5، بعد ایکس رو هم میذاریم 1، جایگزین میکنیم تا به دست بیاریم، بکنیم کار کنیم. خب نگاه یه مشکلی داره. الان یه مشکلی. ولی خب دو تا مجهول. آفرین. خب از یه فکری قبلش بکن.
یه لحظه. یکم تقلب بدم؟ یکم. آره بدی. نگاه. وای تابع خطی میگفتیم چی چیه معادلش؟ علاوه یه بی. بعد توان ایکس چند بود؟ فهمیدم. یعنی ما باید ایکس دومون رو از بین ببریم که فقط یه توان یک واسمون بمونه. پس آ منهای سه میشه صفر که آ میشه سه. خیلی خوب بود. خب حالا پنج مصر میشه بی به علاوه چهار. بی به علاوه چهار یه بار نگاه اگه آ رو بذاری سه تابت میشه چی؟ وای مساوی با میشه. خب ایکس دومون که یکیه دیگه، حالا میخواییم ننویسیمش اگه بنویسیم. پس میشه x رو میذاریم 5 مساوی میشه با y که شد 5، x هم میشد 1. آفر. بعد بی و علاوه 4 x رو میذاریم چند؟ x رو میذاریم 1، y رو میذاریم 5. خب بعد دیگه 5 مساوی میشه با بی و علاوه 4 منهای 3. پس میشه بیه به اضافه یک. بی چنده؟ که پس بی میشه چهار. عالی، مرسی. ببخش من اولیش نفهمیدم. خیلی خوب بود، عالی بود. بچه ها پس نتیجه اخلاقی وقتی که میگه تابم خطیه، حتما توان ایکس هم اگه ایکس دوش باشه چنده؟ حتما توان ایکس هم چنده؟ فقط یکه. یعنی توان ایکس هم اگه ایکسی وجود داشته باشه باید یک باشه، اگه ایکسی وجود داشته باشه. یادم نره ها. خب حالا سوال 53. 53 من یه توضیح خدمتتون بدم، این براده من باشه. بچه ها یک تابع خطی داریم گفته اف دو پنجه، اف ایکس به اضافه 2 برابر با اف ایکس به اضافه 2. خوب به من گوش کنید بچه ها. وقتی به هم میگه تابم خطیه، گفتم همیشه میگیریمش چی؟ وقتی میگه تاب خطیه میگیم اف ایکس مساوی با آ ایکس به اضافه بی. همیشه تا گفت تاب خطیه میگیم آ ایکس به اضافه بی، شک نکن. همیشه پس آ ایکس به اضافه بی. خب حالا یکی از بچه ها بیاد بالا، یکی از بچه ها بیاد بالا. فروغ بخش خوبی؟ مرسی نموشم، خوب هستی؟ مرسی. نگاه فروغ بخش، وقتی میگه اف ایکس به اضافه 2 یعنی باید بریم تو اف ایکس به جای ایکسش بذاریم چی؟ ایکس به اضافه 2. خب برا میذاری ایکس به اضافه 2 که میشه آ در ایکس به اضافه 2 به اضافه 2. عالی. خب سمت راست گفته اف ایکس، اف ایکس هم میشه چی؟ اف ایکس باید جای ایکس بذاریم ایکس که میشه خودش میشه آ ایکس به اضافه 2. یه دو هم داریم دیگه فروغ بخش، ضربش کنی با هم ده. میشه چی؟ میشه آ ایکس به اضافه 2 آ به اضافه 2 برابر هستش با آ ایکس به اضافه 2 به اضافه 2. خب فروغ بخش آفرین، بی هم با بی خط میخوره، میمونه 2 برابر هستش با 2 آ که آ رو به دست میاریم یک. پس آ به دست اومد یک. خب این از آ. حالا پس اگر آ برابر با یک باشه، چون الان آ رو به دست آوردیم یک، میشه اف ایکس مساوی با ایکس به اضافه بی. حالا دیگه از کی کمک بگیریم؟ از یکی هنوز کمک نگرفتیم. از اف دو که میشه 5. اگه اف دو بشه 5 ما بذاریم 2. خب میشه اف ایکس برابر هستش با 2 به اضافه 5 که اف ایکس رو هم میتونیم که 2 به اضافه 2 میشه اف میشه 5. نه دانش بده 5 دیگه. پس بی چنده؟ 3 که آبی رو به دست. پس آبی رو به دست آوردم. آبی رو که به دست آوردم یعنی همه رو دارم دیگه. پس تابم میشه چی؟ تابم میشه اف ایکس برابر هستش با ایکس به اضافه 3. عالی بود، مرسی. نه.
خب بله 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 خب بچه ها فهمیدیم کامل. پس تا گفت تاب خطیه میگیریمش چی؟ AX به اضافه B. یادتون نره کلید حل سوالای اینجوری اینه که تا بهم گفت تاب خطیه من میگم AX به اضافه B. سریع FX رو میگیریم AX به اضافه B. جایگذاری میکنیم خود به خود به دست میاد. شما اصلا نگران نباشید. خب بیارم بالا خواهم. شیبانی میخواد یه عکس کلی بگیره. این ویو خوبه؟ این ویو خوبه. خب خواهش میکنم. حالا بچه ها سوال بعدی رو یک دقیقه حل میکنیم من بهتون اضافه شم. یک دقیقه گفته اگر F یه تابع خطی باشه به ازای هر ایکسی هم این تساویه برقرار باشه. حالا F یه دوم چقدره؟ گفتم وقتی میگه F تابع خطیه شروع کنیم به بسم الله بگیم چی؟ بگیم پس fx برابر با ax به اضافه b می باشد. خب یک دقیقه بچه ها بهتون فرصت بدم. دوست دارم ببینید آبی رو میتونید به دست بیارید من چیزی نگم. آره بریم آبا. مطمئن نیستم از جوابم البته. خب اول منم اون رو جایگذاری کنیم میشه a در x به علاوه 2 به علاوه b. خب یه لحظه خب به علاوه a در x منهای 3 به علاوه b. خب برابر بوده با 4x به علاوه 8. خب سادش کنیم. بعد بازش کردم بازش کردم شد AX به علاوه 2 به علاوه B به علاوه AX منهای 3 به علاوه B منهای 4X میشه 8. مصابه با 4X به اضافه 8. دستش نزن آبا اونو با ثابت نگردم. خب بریم. بعد اومدم گفتم این بوده 2 منهای 4 در X. خب نگاه نه نگاه اول بیا اونایی که ضریب X دارن رو با هم دیگه جمع بزنیم. AX با AX میشه 2AX. دو A همینجوری کردم اون 4X هم آوردم اون بر. آنگاه دو A منهای 3 A هم که میشه منفی A دو B اونم میشه دو B منهای A بوده برابر بوده با 4X. بوده 4X به علاوه 8. خب یه لحظه من اینجوری رانه بود 4 بوده. آفرین آفرین. پس دو A ضریب X این ور با ضریب X اون طرف با هم برابر بوده. پس دو آ چهار بوده. پس آ چنده؟ میشه دو. بله دو. پس دو بی منهای آ که میشه دو بی منهای دو برابر با هشته. آفرین. پس دو بی منهای آ چون آ برابر با دوه میشه دو بی منهای دو برابر با هشته. پس بی چنده؟ بی هم پنج بوده. بی هم پنج بوده. پس آ و آ رو آوردیم دو بی رو آوردیم پنج. پس تابع اف ایکسمون میشه چی؟ اف ایکس میشه دو ایکس به علاوه پنج. پس اف یه دوم خواسته بود. اف یه دوم هم میشه چند؟ شیش. آفرین عالی بود خیلی خوب. این هم از این. خب
چی استاد مرحله دو رو یک بار دیگه میگید. مرحله دو، نگاه به این معادله رسیدم، فرو باش به این معادله. بعد تو این معادله گفتم این ور ضریب x دو آ هست، این ور ضریب x چهاره، پس دو آ باید چهار باشه، پس آ دو. اگر بخوان با هم برابر باشن ضریب x ها با هم، ضریبایی که x نداره با هم، هر کسی با هم جنس خودش. باقری سوال چی بوده؟ نفهمیدم. خواهش میکنم. سوال قبلی، خب تو سوال قبلی چون گفته بود تابم خطیه، گرفتمش ax به اضافه ای، بعد اومدم گذاشتمش اینجا fx به اضافه دو، به جای xش گذاشتم x به اضافه دو، شد a در x به اضافه دو به اضافه b. fx هم که بوده ax به اضافه b، یه دو هم از بالا داشتم که تساوی رو که حل کردم a شد یک، اومدم باقری a رو گذاشتم یک، شد x به اضافه b. اومدم از نقطه 2-5 هم استفاده کردم، چون گفته بود f 2-5، b رو به دست آوردم، fx رو به دست آوردم. خواهش میکنم. در تابع خطی fx اگر f fx باشه 4x به اضافه 3، ضابطه fx رو به دست بیاریم. خوب به من گوش کنید بچه، بسیار سوال مهمیه. چون سوال خیلی سخت هم هست. خب وقتی میگه تابع خطی، بیا با من، پس fx رو میگیرم برابر با چی؟ برابر با ax به اضافه b، چون گفته تابع خطی. بعد میگه fx هم بوده برابر با 4x به اضافه 3. خب این دوتا رو که با هم دیگه ترکیب بکنم هیچی دیگه، گفته f یه دوم، f یه دوم 6 دیگه، مدید f یه دوم خواسته عدد. اگر این دوتا با هم دیگه ترکیب بشه میام چی میگم؟ میام میگم fx خودش بوده ax به اضافه b، پس تو پایینی به جای fxش میذارم ax به اضافه b، یعنی بوده f ax به اضافه b که بوده 4x به اضافه 3. تا اینجا قبوله بچه ها؟ قابل درکه، مشخصه، چون گفت او تابم خطیه، گرفتمش ax به اضافه b آوردمش اینجا. حالا بیا با من، بعد f ax به اضافه b یعنی این، قبول داری باید برم به جای x این بذارم ax به اضافه b؟ قانون اون همین بود دیگه، f حسن به جای xش میذاشیم حسن، الان گفته f ax به اضافه b، به جای xش میذاریم ax به اضافه b، به جای xش بذاریم ax به اضافه b، میشه a در ax به اضافه b به اضافه b مساوی با 4x به اضافه 3، پس میشه a2x به اضافه ab به اضافه b مساوی با 4x به اضافه 3. حالا خوب به من گوش کنید بچه ها، ضریب x این طرف چیه؟ a2. ضریب x این طرف چیه؟ 4. پس a2 باید 4 باشه. a2 مساوی با 4. پس یا a2 هست یا a برابر با منفی 2 هست. از یه طرف دیگه ab به اضافه b هم باید 3 باشه دیگه. ضریب x ها با هم، ضریب غیر x ها هم با هم. پس ab به اضافه b هم باید 3 باشه. اگر a2 باشه
آبی به اضافه یه بی. خب میام میگم با چه رنگی می‌نوشتیم؟ سفید. اگر آ دو باشه میشه دو بی به اضافه بی میشه سه بی. سه بی باید سه باشه، یعنی بی چنده؟ یک. پس اگر آ دو باشه بی یکه، این یه تابه. خب اگر آ منفی دو باشه بذارمش تو کادر قرمزه میشه منفی دو بی به اضافه بی میشه منفی بی، باید برابر با سه باشه. پس بی باید برابر با منفی سه باشه. آفرین. اینم از این. پس دو تا تابه داریم. این سوال دو تا جواب داره. یک تابش میشه fx مساوی با 2x به اضافه 1، یه دونش میشه fx مساوی با منفی 2x منهای 3. خیلی سوال خوبیه. پس این مسئله دو جوابیه. خیلی خوبه. حالا به سوالا جواب بدم. که سوال داره بیاد رو میکروفون. آوردم دیگه. بچه سوالی نداری دستور؟ سوال. شماره سوال چند بوده بچه ها؟ سوال 55. خب خب اینم از اینو بریم. ما یه دونه دیگه حل بکنیم. به ازای هر خطی که از نقطه آبی میگذره جهت مثبت محورها رو توی صفر و وای و ایکس و صفر قطع میکنه، یک مثلث قائم الزاویه تشکیل میشه. رابطه ریاضی بنویسید که مساحت هر مثلث قائم الزاویه رو بیان بکنه. خب بسیار سوال قشنگه. بچه خوب به من گوش بکنید. خوب من گوش کنید. محور ایکس و وای رو بکشم. گفته هر خطی که میاد محورهای مختصات رو تو نقطه ایکس و صفر، پس این نقطه ه و این نقطه هم بهم داده، این نقطه رو بهم داده طولش ایکس عرضش صفر، این نقطه طولش صفر عرضش باید، این مشخصه، قابل درکه، مشخصه. بعد گفته از نقطه آبی هم میگذره، آ و بی. گفته یه مساحتی میسازه، این مثلثه. خب مساحت این مثلثه رو بر حسب ایکس از من میخواد. خیلی سوال قشنگیه. چه ایده‌ای دارید واسه حلش؟ چه ایده دارید؟ خب باشه یه لحظه با من بیاید، یه لحظه با من باشید. باشه قبول دارید قاعدش میشه ایکس؟
ارتفاعش میشه وای. این قابل درکه، مشخصه. بعد مساحت مثلث رو الان بخوام بنویسم، میگم اس مثلث قبول داری میشه یک دوم ایکس ضرب در وای. این کاملا قابل درکه دیگه، قاعده ضرب در ارتفاع. خب حالا بچه ها بریم سراغ سه تا نقطه. یه نقطه اینجا دارم، یه نقطه اینجا دارم، یه نقطه هم اینجا دارم. قبول داری سه تاشون روی خط قرمز قرار میگیرن؟ یعنی سه تاشون روی خط قرار میگیرن. وقتی سه تا نقطه روی خط قرار میگیرن، قبول داری شیباشون با هم برابره؟ یعنی شیب هر کدوم که بنویسن فرقی نمیکنه. اینم قابل درکه، مشخصه. بچه‌ها یه نقطه دارم صفر و وای، یه نقطه دارم x و 0، یه نقطه دارم a و b. خب اگر بیام شی بین این دوتا بنویسم، میشه تفاضل عرضهاش به تفاضل طولهاش. تفاضل عرضهاش میشه b به روی a منهای x. خب اگر شی بیام بین این دوتا بنویسم، میشه برابر با تفاضل عرضهاش یعنی y بروی تفاضل طولهاش یعنی منفی x. مساوی هم هستن دیگه، شیب بین جفتشون با هم برابر. خب از اینجا وایو میتونم به دست بیارم، وای میشه برابر با منفی bx طرفین وسطین تقسیم بر a منهای x. یا میتونم صورت رو قرینه کنم، مخرج رو هم قرینه کنم. پس رابطه به دست آوردم، گفتم وای برابر میشه با این. این قبوله، مشخصه. پس به جای y میتونم بذارم bx به روی x منهای a. پس میشه s مساوی با یک دوم x که خودش، به جای y میذارم bx به روی x منهای a. تموم شد. پس میشه، فقط سادهش کنیم، میشه bx دو به روی دو تا در x منهای a. این میشه مساحت مثلث بر اساس به x. پس مساحت مثلثی که با جهت مثبت محور x ها میساخت و به دست آوردم. سوال 56. این هم از این. چطور بود؟ سوال قشنگه نیست بچه؟ ترکیبی از هندسه هست و تابه. پس اول اومدم مساحت رو نوشتم، مساحت رو که اومدم نوشتم، بعد اومدم گفتم وایو میخوام از بین ببرم. واسه که بخوام وایو از بین ببرم، تبدیلش کنم بر اساس به x، اومدم شیبو کشیدم وسط، پای شیبو کشیدم وسط. گفتم این نقاط باید شیباشون که بنویسم بین دو نقطهشون با هم برابر باشه. اومدم شیباشون رو نوشتم، شیباشون رو که نوشتم وایو پیدا کردم بر اساس به x. پس به جای وای عبارتی بر اساس به x گذاشتم، شد تابعی بر اساس به x. تمام. خب بچه ها بیشتر تمرین کنیم با شما، بیشتر تمرین کنیم تا آخر سوال 65. تکلیفمون باشه تا آخر سوال 65. قربونتون، خداحافظ، چکریم. خب خب قربونتون، خداحافظ 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 خداحافظ.